خب بله، با سلام خدمت دکتر فرودان عزیز و همه بینندگان برنامه SOS ایمان. بنده یه انتقادی داشتم نسبت به دکتر فرودان عزیز با طرحهایی که دارن میدن، مشابه طرح شما رو دکتر فرودان شخصی به نام آقای داور در برنامه شبکه رنگارنگ هم داده بود که مطمئنم این کارها به جایی نمیرسه. اپوزیسیون خارج از کشور باید تلاش کنه تا یار و همراهی باشه برای اپوزیسیون داخل کشور، چون مطمئنن از بیرون کشور نمیتونید به تنهایی و بدون یاری بچه های داخل حکومت جمهوری اسلامی رو ساقط کنید و یک حکومت دموکراتیک در ایران برپا سازید. من از شما میخوام که این لطفاً تحقیق بیشتری راجع به این طرح انجام بدید و خیلی سرسری این کارا رو نگیرید. راجع به صحبتایی که ریپابلیشن عزیز کرد راجع به تحریم بنزین و گفت که موافقه، من میگم که 100% مخالف این کارم. بنزین به طور مستقیما و 100% به سمت مردم پیکانش برمیگرده و اگه بنزین امروز تحریم شد مطمئنا فردا عاقبتش رو و میشه گفت تاثیرش رو مردم میبینن. مردم ما کل کارشون با بنزین انجام میگیره و صنایع آمریکا که ادعا میکنه تمام تحریماش علیه جمهوری اسلامی و کمترین ضرر رو به مردم میرسونه، بهتر بود کمی بیشتر مطالعه میکرد تا این فشار به مردم وارد نشه و من مطمئنم که مردم تحت تاثیر عواقب بد این تحریم قرار میگیرند و خوشبختانه یا میشه گفت متاسفانه تو مملکت ما همین الان مردم دارن با بنزین سهمیه بندی شده مایی 180 لیتر ما سه ماهی 180 لیتر سر میکنن دیگه، چه برسه که به مردم بخوام بنزین رو تحریم کنن. متاسفانه ریپابلیشن عزیز مثل این که دوست نداره مردم داخل کشور رو درک بکنه، ایشون بیرون کشور ایستاده نشسته داره در بهترین شرایط زندگی میکنه و هیچ فکری هم به حال مردم داخل کشور نمیکنه. بهتره که ما در تصمیم گیری هامون به مردم داخل کشور، مردم عامه، قشر ضعیف جامعه هم فکر کنیم تا فشاری بر اونا وارد نشه. و من باز انتقاد میکنم از دکتر فروتن عزیز به خاطر تندروی هایی که انجام میدن. دکتر فروتن بهتره کمی عاقلانه تر شما فکر کنید و از تندروی ها کوتاه بیاید، چون این تندروی ها هیچ سودی برای جنبش سبز نداره و خواهش میکنم هم پای رهبران جنبش سبز باشید و هیچگاه خودسرانه تصمیمی نگیرید تا کارهایی همچون آقای ابراهیم نبوی و اون اسب تروایی که پیشنهاد دادن شما انجام ندید و باعث سرخوردگی جنبش درود بر شما. یک نظر تمام شد، مایکو فری میکنم. خب ببینید، این صحبتی که این عزیز کرد دقیقاً منظور من رو در رابطه با طرح نهاد مردمی و سیستم نهاد مردمی روشن میکنه. شما فقط با گوش دادن به صحبت افراد، با نحوه صحبت، دلایلی که میارن، شواهدی که میارن، میفهمید که اون اشخاص در چه طبقه هستن از لحاظ فکری، از لحاظ دانش، از لحاظ دید، از لحاظ استراتژی و غیره. ایشون در وهله اول اومدن و گفتن که فروتن تو این چیزی رو میگی آقای اکس در تلویزیون فلان انجام داده. ایشون نه طرح نهاد مردمی رو دیدن، نه لزوماً اون طرح که خودشون دیدن رو جلو دارن که بخوان مقایسه بکنن. نهاد مردمی اتفاقاً داره دعوت میکنه و خوشحاله که صدها طرح دیگه بیاد و بعد اشخاص با منطق و فکر نگاه بکنن ببینن آقا این بهتره یا اون بهتره، یا اصلا هیچ کدوم، همه شو بریزیم صد آشغال. این یک. دوم، تو حرفاشون باز میگم بدون مدلک و سند اومدن این آیدی ریپابلیکن رو گفتن نشستی تو آمریکا و داری آب خنک میخوری و کیف میکنی و این حرفا رو میزنی. در صورت ریپابلیکن در داخل کشور هست، همه میدونن، ما هم میدونیم، سالها داریم باش کار میکنیم. این دوتا. سوم این که میگه آی نکنید بنزین و فلان و مردم ناراحت میشن این حرفا. شما اگر فکر تاکتیک و استراتژی نکنید که چرا این کار داره انجام میشه، چرا به قول شما 99 نفر آدم نفهم سناتور تو آمریکا و هزارها اگر نه دهها هزار صدها هزار اپوزیسیون داخل و خارج از کشور سالهاست پشتیبانی از یک همچی تحریمی دارن میکنن برای اگر واقعا میخواین رژیم، اگه اونو نفهمید
و بگید که آقا خب ما این نمیشه کار کرد، پس دیگه نمیشه کار کرد. پس این هستش که برای مثال دارم میگم اگر ناخدای 35 میاد و میگه آقا من میخوام مدیر اجرایی جنبش بشم و یا نهاد مردمی بشم یا هیئت امنا یا همون مال تلویزیون دیگه‌ای که اسم بردن اونجا بخوام من چیز بشم، شما حرفای ایشونو مقایسه میکردید با حرف چند نفر دیگه، میدید کدوم به منطق نزدیکتر است، کدوم شایستگی و لیاقت هدایت و برنامه‌ریزی برای شما داره و پشت ایشون میرسید. برای اطلاع ناخدا بگم چون شما طرحو ندیدید، بنابراین فکر میکنم بسیار زود رس هست که دارید ازش نقد میکنید. مثلا ندیدید شما اینو نگاه بکنید، بقیه هم نگاه بکنید، بعد بیاید راجعش صحبت بکنید. استراتژی پشت تحریم بنزین این است و حرفی که من دارم میذارم که چرا نهاد مردمی یا چیزی شبیه اون لازم است، اینه که تنها راه رسیدن به اون نقطه ای که مردم رژیم رو فروپاش بیارنشون پایین این است که مردم باید متشنج بشن. دقیقاً کاری که طرح پشیز 6 سال 5 سال پیش میخواست بکنه. مردم وقتی بنزین نداشته باشن دیگه تاکسی نمیتونن سوار بشن، سر کار نمیتونن برن، کار نمیتونن بکنن، کارخونه ها بسته میشه، کارخونه ها تولید نمیتونن بکنن، تولید نتونن بکنن، کارگراشون رو بیرون میکنن، اجتماع شلوغ میشه، میخواد آتیش بگیره و همه رو از چش دولت میبینن و تظاهرات چه دیگه شما بخواین نخواین میشه و شلوغ میشه. پس درود بر شما، یک لحظه. حالا شما میتونید بسیار صحبت درستی بکنید، بگی که آقای فروتن حالا که این دارن این کار رو انجام میدن پس ما چیکار کنیم اپوزیسیون اگه این بنزین اینجوری بشه، چون این حرفایی که من زدم به احتمال زیاد انجام میشه، شما هم یه چیزی گفتید و فشار میاد رو مردم، تظاهرات میشه، شلوغ میشه، اعتصابات میشه، مردم میخوان پدر آخوندها و احمدی‌ها در بیارن، بنزین ندارم، نفت ندارم، میریزن تو خیابونا، یهو دیدی رفتن سما صدا و سیما رو گرفتن و شلوغ شد. اینجاست که پس ما داریم دو ساله میگیم آقا بعد از الان آمادگی انجام بدیم دیگه. این سنای آمریکا که دست من و شما نبود که، ما که نرفتیم بگیم آقا امروز رای بدین، خودشون دادن. حالا من شما بشین میگین نه حالا انشالله نکنم برای اینکه مردم ناراحت میشن، ما باید مردم بشینیم بهشون چای رو زلوبیا بدیم. خیلی خب تا آخر عمر انقدر بشین تو سرتون بزنن و بکشن این حرفا برای اینکه شما از اون را میخواین فکر کنین. اونم باشه اشکالی نداره، احترام داره نحوه فکر شما اینجا هست، ولی کسانی که هر کسی که بخواد به جایی برسه و به هر مقامی برسه، به هر آزادی و حقی برسه، باید بهایی بده. شما من بگید بهای آزادی، آزادی ایران چه هست؟ آیا بنزین نداشتن و کم اشکالای اینجوری است یا هر روز تو سرتون بزنن باتون بردن و اوین بردن این حرفا؟ و بعدم همون، خیلی ممنون.